سلام بچه ها، بعد از یک سال این اولین ویدیویی که دارم ضبط میکنم. تقریبا فکر میکنم حالا دیگه صدام از گوشی داره ضبط میشه، به خاطرم اگه یکم بد بود دیگه ببخشید. بعد یه دونه دوچرخه بغلم دارم شه نکجاتمون حالا. بعد اینکه چرا تقریبا یک سال کار نکردم معلومه، همه اون میدونیم به خاطر شرایط موجود. ولی خب شروع کردم که دوباره یه سری مطالب و ویدیوشو بسازم. الانم میریم که ادامه برنامه فیلمسازی رو داشته باشیم. بچه دوباره خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو قسمت هفتم از برنامه چگونه فیلمساز شویمه. البته چگونه فیلمساز لو باجت بشیم، یعنی اینکه بدون هزینه‌ای در اصل یا کمترین هزینه بتونین یه فیلم خوب بسازید. و ما 6 تا قسمت ازش ساختیم و توی این قسمت هفتم در نظر داشتم که تولید و پس تولید رو بهتون توضیح بدم، ولی خیلی قضیه رو سختش نمی کنیم. تا اینجا به نظر من توی 6 تا قسمت قبلی به اندازه کافی صحبت کردیم در مورد تولید یه فیلم و اینکه شما بعد از اینکه فیلم ساخته شد یا مثلا تصویر برداری که انجام شد چه کارهایی باید بکنید. اینها رو به نظر من خوب در موردش صحبت کردیم توی 6 تا قسمت قبلی و به اصطلاح خواستیم این برنامه رو همینجا تمومش بکنیم، یعنی بخوایم تکمیل بکنیم. و موضوع اصلی که من این برنامه رو برای ساختم به اون بپردازیم. و موضوع اصلی از نظر من که مهمترین موضوعه اینه که شما نباید بذارید هیچ چیزی مانع راهتون بشه. یعنی مثلا شما فکر میکنی به این که خب من الان دوربین ندارم بخوام برم فیلم بسازم، من الان مثلا تجهیزات صدا ندارم بخوام برم فیلم بسازم، من بازیگر ندارم بخوام برم فیلم بسازم، یا هر داستان دیگه یا هر اتفاق دیگه که توی ذهنتون باعث میشه شما فیلم نسازید. اگه فیلم سازی، اگر دوست داری که فیلم بسازی و این مشکلات صد راهته، شما برای ساخت یک فیلم به تجهیزات آنچنانی احتیاج نداری، به پول زیاد احتیاجی نداری، به تحصیلات، به اطلاعات سینمای احتیاج داری، ولی کسب تجربه هم خودش میتونه مهمترین فاکتوری باشه که توی این موضوع به نظر من دخیله. و موضوعی که من میخواستم بهتون بگم همین الان من با گوشیم دارم ویدیو میگیرم. 6 تا قسمت قبلی رو با دوربین گرفتم ولی این قسمت رو با گوشیم گرفتم و یه جوری خواستم اینو بگم که محدودیت نذارید برای خودتون. این هم از اینجا بردارم، اینم فقط گذاشته بودم ببینید که هیچ احتیاجی به تجهیزات صدا هم ندارید حتی برای شروع. و در کل میخوام اینو بهتون بگم که ما خودمونیم که واسه خودمون داریم محدودیت ایجاد میکنیم، خودمونیم که برای خودمون داریم یک سری سدها میذاریم، یک سری مرزها میذاریم که خب نه من الان اینو ندارم نمیتونم برم سراغ اون یک. پس نکته اصلی اینه که تمام بهونه ها رو ول کنیم، اینکه دوربین ندارم، اینکه میکروفون ندارم، اینکه نفری ندارم که بخوام باش برم فیلم بسازم، همه اینا رو ول کنید، بلند شید، بزنید بیرون، برید فیلمتون رو بسازید، مستندتون رو بسازید. و چیزی به نظر من نباید شما رو از این قضیه دور نگه داره که شما بتونید یه فیلم بسازید برای خودتون. پس قسمت هفتم و قسمت پایانی این برنامه که همین ویدیویه که دارید میبینید در مورد اینه که شما واسه خودتون مرز نذارید، دنبال دوربین نباشید برای فیلم اولتون، دنبال تجهیزات آنچنانی صدا نباشید، دنبال نفرات آنچنانی نباشید، حتی دنبال یک بودجه خفن هم نباشید. با هر چیزی که دم دستتون هست، با همون گوشی که توی دستتون هست دارید ویدیو میبینید،
بلند شید بزنید بیرون، تصویر بگیرید، مستند بسازید و این مسیر فیلمسازیتون رو از همین جایی که هست شروع بکنید. این تمام حرف من بود که دوست داشتم توی این 7 قسمت بهتون بزنم و خب 6 قسمت در مورد اینکه چجوری بتونید یه فیلم تولید بکنید، یه کیفیت خوبی ازش بیرون بکشید و قسمت 7 همین بود که به نظر من نباید اصلا برای این سب بکنید که خب یک روزی من یه دوربینی بخرم تا بتونم برم فیلم بسازم، یا یک روزی من بتونم برم میکروفونی بگیرم، یا چه بدونم 20 نفر رو آفیش بکنم سر صحنه، یا اصلا لوکیشنی بخوام داشته باشم. هیچ، تمام این بحث ها رو کنار بذارید، بزنید بیرون فیلمتون رو بسازید و هیچ چیزی نذارید مانع کار کردنتون بشه. چند تا خبر هست میخوام بهتون بدم. اون اولیش اینه که یه سریالی داره ساخته میشه توی کانال اصلیمون که همون بس میوزیک فیلم هستش، در حال ساخته و قرار اونجا آپلود بشه، ولی یک شرطی گذاشتیم، اونم اینه که تا 1000 تایی نشیم، یعنی ساوامون به 1000 تا نرسه، اون ویدیو رو اونجا آپلود نمی کنیم. پس برید توی اون کانال اصلی و کانال اصلی رو سابسکرایب کنید. یه توضیح دیگه ای بدم در مورد این کانالی که الان دارید توش ویدیو رو نگاه میکنید. این کانال میلاد سیاسفید کانال شخصی منه، یعنی کارهایی که قرار انجام بدم برنامه‌هایی مثل همین برنامه‌های فیلمسازیه. در مورد حالا آهنگسازی شاید بیشتر توضیح بدم، بعد گیم دوست دارم اینجا داشته باشیم. الان دارم کانال رو نگاه میکنم، یه سری ولاگ و آنباکسینگ و اینجور چیزا داریم توی این کانال. اون کانال اصلی هم که میشه بس میوزیک فیلم، تمام ویدیوهای بس میوزیک فیلم رو برداشتیم و توی این کانال آپلود کردیم، به این دلیل که اون کانال فقط قراره در مورد فیلم و سریال و موزیک باشه. کارهایی که توی همین کانال انجام خواهیم داد، کارهایی مثل گیم و آنباکسینگ و یه سری آموزشه و ولاگ و اینجور ویدیوها خواهد بود. خوشحال میشم برام کامنت بذارید پایین این ویدیو و اگه ساب نکردید حتما همین الان ساب بکنید. برنامه های جدیدی خواهم ساخت به زودی، توی لینک هایی که تو بنر گذاشتم میتونید پیدا بکنید کانال بس میوزیک فیلمو. و دیگه مراقب خودتون باشید، فقط و فقط بسازید. مراقب خودتون باشید فعلا.